و همه خبر من صدای قاری سید خوستی را شنیدم که کدام چیز میگفت و معلومش که از الهه در فاصله شکم دور است و همچنان صدای بسیار چیغ چندین زن هم شنیدم که گریه و صدای چیغ می آمد و قسمی فکر میشد که گویا یک دالیز کلان است چون صدا بسیار انعکاس پیدا میکرد صدای گریه چندین زن. با نام خداوند سرخط چند خبر مهمی امروز از افغانستان، خبرهای تکاندهنده در مورد الهه دلاورزئی و علی عزیزی از زندان طالبان، جزئیات تجاوز طالبان بر یک خانم در پنجشیر و در ادامه این گزارش طالبان در کابل 21 نفر را شلاق زدند. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. وبسایت خبری آمو نوشته است که طالبان تجاوز افراد خود بر یک زن را در خاواک تایید می کند. مولای امین الحق رئیس محکمه شهری طالبان در پنجشیر و عضو هیئت بررسی طالبان برای رویداد خاواک در یک پیام صوتی محرمانه که یک نقل آن به آمو رسیده است تایید می کند که افراد طالبان بر یک زن در ده خاواک تجاوز جنسی کرده است. امین الحق میگوید که عاملان این رویداد بازداشت شدند و یک تن آنان به جرمش اعتراف کرده است. خبرگزاری آمو خبر این تجاوز را در شش قوس نشر کرده بود. در آن زمان سخنگویان طالبان از این موضوع اظهار بیخبری کرده بودند و آن را شایعه خواندند. جزئیات بیشتر را از زبان خودش شنونده باشید. شخصی که در ده خاواک منطقه ازرکپه میگن دیگر تجاوز جنسی در او فامیل صورت گرفته از خوست فرینگ هستند. فامیل در خانه یک کسی را به نامش شیخ عبدالفتا میگن، در خانه از اونها زندگی میکنن. چهار موتر نظامی که موتر پنجمش بود که موترهای خود بود که رفتیم در خانه و ملکه متر آمدم و نظامی ها را روان کردم. غمرایم بودن در مرکز نظامی ها که قرارگاه را بپیچانن که این مردم ها فرار نکنن جای و خودم رفتم در خانه مردکه همراه زنش، همراه شوهرش، همراه دختر نیمچه جوان داشت، یک دونه دیگه طفلکای خود داشت 6 ساله والله اعلم میبره 6 ساله، 5 ساله، 3 ساله و حتی در گواره. وقتی گرفتم زنکه را تلبیستم، زنکه از قومای ازری خوست بودن از چرخ فلک دیگه. بنابرای پرسانش کردم که واقعه به بالای خودت چطور گذشت و چرا خنکر شد. واقعه را برای من قصه کرد که طالبا داخل شدن 2 نفر و شوهرم از چکش گرفتن بیرون میکشیدن که درگیر شدیم بسیار زیاد هم را از اینا و بعد از این زور ما نکشید را بیرون کشیدن و باز دوباره داخل شدن یگان لطوکوب زده کند و این گپا گیر شد. میایم دیگه یگان گپا رخ داد. بنان گفت ما بعد از یک قنداق به سرم زدن، یکی در کمرم خورد، مرا انداختن به زمین، دست مقایم گرفتم. این مردکه دیگه همراه ما همین کار صورت گرفت مسئله زنا. دیگه ما گپا را که گوش گرفتیم به طفل ازی، به دختر ازی، به دخترم هم کسی غرض نگرفته، به طفلایم هم کسی هیچ غرض نگرفته. طفلکاش دیدم و شوهرش هم دیدم. باز گفت که یک صدای یکی دیگه آمد که دخترش غرض نگیرین، گفت دخترم خدا پنهان کرده بود. این واقعیت گپی است که ما برات میگم، به دیگران نگفتیم، به تو اقرار میکنم، بر تو بخیر. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، در ادامه این گزارش در چند روز اخیر خبرهای زیادی در رابطه با اسیر و زندانی شدن بانو الهه دلاورزئی در شبکات خبری دست به دست میشد. اما امروز خواهر الهه دلاورزئی در یک پیام صوتی جزئیات بازداشت و اینکه توسط چه کسانی و از کجا بازداشت شده است را همگانی کرده است. جزئیات بیشتر را از زبان خودش شنونده باشید. بله، به وقت صدای 8:30 بده، به وقت پاکستان که تقریبا چند سال پیش بوده، از یک شماره ناشناس بر ما تماس آمد که من عمو دقیقه برای خودتان بسیار خطا شدم، یک وایس ماندم. ما که شماره را اوکی کردیم در خانه، متوجه شدیم صدای الهه است و اصلا گپ زدن نمیدانست و معلومش وضعیتش بسیار خراب است. هر چی که گفتم صحیح گپ زدن نمیدانست و صدایش بسیار گرفته بود. معلوم میشد که زیاد لط شده، لط کوب شدم و همه خطر برای من گفت که به شکل بسیار مرموز گپ میزد، به شکل رمزگونه گپ میزد. فقط همه فهمیدم که نام دو نتاقه گرفت و اونا را کاکا خطاب کرد و گفت که اونا را خبر بده. من از گپش متوجه شدم چون ما به اینا مثلا حتی هیچ کس نمیشناسیم، ما متوجه شدیم که این نام دو خبرنگار است. من گفتم صحیح است و این را گفت که در اول گفت که شما بیاین کابل، بخیزین کابل بیاین، مرا کابل هستم، مرا تسلیم بگیرین. ایگه به الهه گفت. من گفتم پس من بهش گفتم که تو بیبی که تو را در کجا بردن، از چهار طرف بیبی که کجا هست و همه خبر. من صدای قاری سید خوستی را شنیدم که کدام چیز میگفت و معلومش که از الهه که در فاصله شکم دور است و همچنان صدای بسیار چیغ چندین زن هم شنیدم که گریه و صدای چیغ می آمد و قسمی فکر میشد که گوی یک دالیز کلان است چون صدا بسیار انعکاس پیدا میکرد، صدای گریه چندین زن می آمد. و دفعتا من که باز الهه را گفتم، به الهه گفتم ما بن یونمان نامه نوشته کردیم تو تشویش نکن، نجاتت میدن. اما قدر فهمیدم که الهه بسیار به عجله و بسیار به شکل بسیار عجله گفت که مرا آوردن در ریاست استخبارات 40، ریاست 40 استخبارات مرا آوردن، به سپای مرا به زنجیرها بسته کردن، مرا لد کردن و اینمی طالب که این نمبر بر من دادن به فامیلت گپ بزنی، نمبر همین طالب است، نام شاهین است. اما قدر که همین که گفت ادامه میداد گپ خود، اما موبایل ازش گرفتن، تلفن قطع شد. من که پس دیدم ثانیه را به ثانیه واتساپ دلیت زده بودن. و در ادامه این گزارش، ادامه شلاق زدن شهروندان، طالبان 21 نفر را در کابل شلاق زدند. در ادامه شلاق زدن شهروندان، دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که 15 مرد و 6 زن را در کابل در ملای عام شلاق زده است. طالبان این افراد را به اتهام‌های مختلف از جمله روابط جنسی، سرقت، فرار از خانه و نوشیدن شراب شلاق زده است. عتیق الله درویش از دادگاه عالی طالبان گفته است که جزا در اسلام یک رحمت است. طالبان در پی صدور فرمان منسوب به ملا هیبت الله اخوندزاده، رهبر آنها، اجرای مجازات مانند شلاق زدن و قطع دست را از سر گرفتند. طالبان در هفته‌های اخیر شماری از شهروندان را در ولایت‌های لوگر، بامیان و تخار به اتهام‌های مختلف شلاق زده است. باید افزود که شماری از کشورها این اقدام طالبان را محکوم کرده است. پیشتر نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که از شلاق زدن طالبان به 14 زن و مرد در ولایت لوگر در ملای عام وحشت زده شده است. توماس نیکلسون گفته بود که تنبیه بدنی نوع مجازات ظالمانه و غیر انسانی است. و گزارش دیگر این که طالبان خواستار کوچه 400 خانواده از شهرک رهایشی کودی برق بلخ شده است. برخی از ساکنان ساحه رهایشی کودی برق در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ میگویند که طالبان از حدود 400 خانواده ساکن در این شهرک خواستند که کوچ کنند. دست کم 4 منبع معتبر پنجشنبه 10 قوس در صحبت با روزنامه اطلاعاتی روز گفتند که ساکنان این شهرک خانواده های کارمندان بازنشسته و فعلی کارخانه دولتی کودی برق هستند. با گفته منابع، طالبان به 400 خانواده 6 روز فرصت دادند تا از خانه هایشان کوچ کنند. این خانواده ها با انتقاد از این اقدام طالبان میگویند که توانایی خرید خانه را ندارند و تمام دار و ندارشان را برای ساخت خانه در این ساحه رهایشی مصرف کردند. باید افزود که در ساحه رهایشی کودی برق در ولسوالی دهداده ولایت بلخ نزدیک به 3000 خانواده کارمند پیشین و حتی فعلی فابریکه کودی برق زندگی می کنند. گفته می شود که در این کارخانه در گذشته نزدیک به 7000 کارگر مشغول کار بودند، اما اکنون 1700 نفر فعالیت دارند. منابع میگویند که فیصدی زیاد کارگران فعلی فابریکه کودی برق افراد طالبان و نزدیکان این گروه هستند. در این کارخانه در حال حاضر تنها کود زراعتی تولید می شود. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد تازه ترین خبرهای امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با ما به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.